40 سال است که یک سوال در ایران و جهان همواره تکرار می شود. کار خارجی ها بود یا کار مردم کوچه و خیابان؟ دیکتاتوری موجب انقلاب شد یا توسعه سریع و تقلید از غرب؟ چه چیز مردم را از خانه هایشان به کف خیابان آورد تا مرگ بر شاه بگویند؟ اسلام یا فقر یا توزیع ناعادلانه ثروت؟ چه چیز باعث آن همه خونریزی، بازداشت و زندان شد؟ ایرانیان با انقلاب 40 سالشان چه به دست آوردند؟ سوالهایی که برنامه به عبارت دیگر هم در طول حیات 10 ساله خود بارها از مهمانانش پرسیده است. اونچه در این برنامه یک ساعته ویژه 40مین سالگرد انقلاب میبینید، موزاییکی است از جوابهای مصاحبه شوندگان طی 10 سال عمر برنامه به عبارت دیگر. از مسئولان حکومت پادشاهی تا فعالان و دست‌اندرکاران حکومت اسلامی و دیگر شخصیت‌های سیاسی فعال در زمان انقلاب و بعد از آن. اعتراضی که اون زمان نیروهای لیبرال در مملکت داشتن به خاطر خفقان سیاسی که میگفتن موجود بود به شرایطی که اون آزادی عمل به مفهوم سیاسیش در اون نظام نبود. ولی اگه نگاه بکنیم به اینکه آیا شرایطی که در اون زمان وجود داشت نیاز به چنین انقلابی داشت که لااقل اگه به جلو میرفت یه چیزی، ولی ما رو برگردونده به قرون وسطا در زمانی که ما شرایطی داشتیم که ممکن بود که آزادی سیاسی به اون مفهومی که در دموکراسی هست متاسفانه نبود و من این رو به هیچ وقتی منکر نمیشم، اما حقوق دیگر حقوقهای جامعه سر جاش بود، برابری که بین زنان و مردان بود، وضعیتی که الان در ارتباط با برخورد این نظام با فرض کنید اقلیت‌های مذهبی یا اقوام هستش، اصولا شرایط مملکتمون از نظر ترقی اقتصادیش و الان در جایی که قرار گرفته، اینها هم جزو به نظر من این معادله هستش که آیا قصد اون زمان رفرم بود؟ آیا قصد کسانی که و بخش عمده ای از معترضین به رژیم که میگفتند پادشاه عدول کرده از مسئولیت قانون اساسیش و پا فراتر گذاشته و حکومت رو به دست خودش گرفته و این برخلاف قانون اساسیش، حرف بسیاری از به صلاح کسانی که اون زمان در جستجوی اجرای قانون اساسی بودن و البته یک بخشی است که هدف دیگری داشتن و نهایتا هم امروز سر کار هستن. اگر صحبت‌هایی رو که شاه در سال 1976 77 78 کرده، مصاحبه‌هاش همه چاپ شده موجوده، بخونید می‌بینید که روز به روز ایشون می‌خواست که ایران رو از نه اینکه از دنیای غرب جدا کنه، مطلقا نه، ولی استقلال سیاست و استقلال رأی بیشتری داشته باشه و همیشه هم رجوع میداد به سیاست ژنرال دوگل در فرانسه که فرانسه مسلما یک عضو وفادار دنیای غرب بود در اون دوران و حالا بیشتر، ولی در ضمن سیاست خارجی مستقلی داشت. علت انقلاب این بود که یه جامعه‌ای داشتیم که از نظر اجتماعی پیشرفته بود، با یک سیستم سیاسی روز به روز عقب افتاده تر میشد، نه اینکه سر جاش بمونه، عقب افتاده تر میشد و در واقع با به یه معنا با زمان قاجاریه دیگه دوشهاش تفاوت نمی کرد که خب خیلی بد بود. از چرا میگن عقب‌تر میرفت روز به روز؟ سالهای آخر دیگه به جای رسیده بود که تحمل اینه که خلاف حرفش حرف بزنن نداشت. در حالی که در سالهای اول پس از این اصلاحات ما وقتی شورای اقتصاد داشتیم در حضور اعلیحضرت، هر روز چیزی میگفت خیلی با احترام میتونستیم توضیح بدیم که این به این صورت نیست، با اونم گاهی وقتی قبول میکرد، ولی سال آخر نمیشد این کاری کرد. اگر شرافت داشتیم، اگر قدرت داشتیم، عوضی که حالا بگیم رفتیم بهش گفتیم، اون روز بهش میگفتیم. عوض این که اون روز استعفا کنیم برای اینکه این پشت این میز نشسته باشیم، به او خیانت کردیم، به مملکت خیانت کردیم، مردم رو بدبخت کردیم. ازا خطری من استعفا کردم.
زن من در یه جا گفته کتاب آقای دکتر میلانی منعکس شده که بارها استعفا کرده بود از روزی که رفتم به امریکا و غیره. نمیخوام منم کنم ولی استعفا کردم. آقایون وزرایی که از 18 سال و 16 سال وزیر بودن از یه جا به یه جای دا اونا خیانت کردن. اون نخست وزیری که شما همه را خیانتکار میدونه آقای جلیل، به غیر از خود شاه نقشه چی خودم خواهی نه نقشه خود شاه چی بود؟ خود شاه وقتی شما یه بادکنکی شاه که قانون اساسی رو بلد بود میدونست قانون اساسی میدونست که باید سلطنت بکنه. آقا جون اگر افرادها آمدن اینقدر ما همه بشریم. من اگر زیاد اصلا مغزشویی مسلماً هر کسی، من آقا محمد خان رو دوست داشتم از بچگی برای اینکه سر می‌برد کسی که بهش دروغ بگه چشمش در میاد. حالا میگین وحشی هستم، بله باشم، ولی آدم از چاپلوسی بدبخت میشه. اینها به چاپلوسی دزد وقتی میخواد بیاد خونت از در وارد نمیشه، از پنجره میاد. اینا با چاپلوسی اون مرد رو نابودش کردن، مریضش کردن. چقدر باید قدرت داشت اونو باید خودش جواب بده، من نیستم. اینها که همه اینها خودم هم جز بشم. به هر حال باید گفتش که برخی از مشکل به خاطر برخوردی که خود نظام به مسائل داشت بوده، اونو که اصلا منکرش نیستم، اما نمیشه گفت که تنها اون بود فاکتور اصلی. فاکتورهای دیگه هم بود و اگر در قضاوت منصفانه تاریخی بخوایم برگردیم به اون زمان و اون دوران و شرایط عینی اون زمان و دوران، فراموش نکنیم به هر حال جنگ سردی در راه بود و مسئله ایران همیشه بین غرب و شرق در یک در واقع مسابقه تنابکشی قرار داشت. خیلی اتفاقات دیگر تاریخی که در مملکت افتاد به مقدار زیادی به شرط سوق الجشی ایران و فاکتور نفت و شوروی از یک ور و مقاصدش، دنیای غرب از اون ور، خب این فاکتورها رو نمیشه ضمناً نادیده گرفت. بنابراین اگر منظور این هستش که ما یک برخورد ابجکتیو یا منصفانه ای داشته باشیم نسبت به شرایط عینی اون زمان و کلیت اون شرایط رو بررسی کنیم، می‌بینیم که فاکتورهای متعددی در کار بود. یکی از اون فاکتورها البته نقصی که در اون وضعیت رژیم بود که از حالت به اصطلاح مشروطه بودن خارج شده بود و یک سیستم خودکامه‌تری شده بود. یه چیزی رو که نباید فراموش کنیم که انقلاب دو سمت داره. یه سمت شاه، حکومتی است که سر کاره. به قول مهندس بازرگان میگفت رهبر واقعی انقلاب شخص شاهه. یعنی وقتی یه حکومت نمیپذیرد که به هر حال کسایی که قانون اساسیش هم پذیرفتن فعالیت بکنن و دو تا حزبی که خب یه مقدارم نمایشی، این دو تا حزب هم به هم میزنه و میگه که آقا حزب رستاخیز هر کی هم نیاد عواطف کمونیستی داره. یعنی اینجا ما نقش منفی، یعنی انقلاب انسان‌ها تصمیمی به انقلاب نمیگیرن، انقلاب بر انسان‌ها تحمیل میشود، مخصوصا یه جامعه سازگاری مثل جامعه ایران که جامعه تقریبا سازگاریه. اون وقتی هم که انقلاب شده خواهند گفتش که خب این انقلاب داخلی نبوده، چون خیلی پیشرفت کرده بودیم حسودشون شد. حالا چرا در ابوظبی حسودشون نشده، در کویت حسودشون نشده، در خیلی جاهای دیگه حسودشون نشده، فقط ایران این وسط پیداته که همه حسودشون. مشکل کار این بود که شاه هر کاری که میکرد مردم دیگه باور نمیکرد که این از یه جای دیگه دستور نمیگیره، یا از آمریکا باشه یا اونایی که شاید از یک در یه قدری سنشون بالاتر میگفتن از انگلیسه. امروز دیگه همه میدونیم که در 1974 ایشون انتشار پیدا کرده. آقای کیسینجر که اون موقع دبیر شورای امنیت ملی امریکا بود، در یکی از جلسات که متنش پخش شده، متن گفتار ایشون، بعد از توضیحات بسیار و با اون طرز استدلال خیلی تیپیک کیسینجر گفته بود که یا شاه باید خودش رو عوض کنه و یا ما شاه رو عوض خواهیم کرد. این عبارت مشکل اون موقع مثلا امریکایی ها با شاه چی بود که بخواد لازم بود خودش عوض کنه؟ یکی مسئله سیاست نفتی شاه بود و یکی دیگه بلند پروازی هایی که شاه داشت برای ایران و برای امریکایی ها از جمله قابل تحمل و قابل قبول نبود. سیاستی که ایران پیش گرفته بود در قبال اسرائیل که مقدار زیادی تحول پیدا کرده بود، نقش شاه
یعنی نقش ایران در جنگ کیپور یا جنگ رمضان، هر جوری که میخواهید، که نیمه موفقیتی جنگ مصر و اسرائیل، که ثابت شده بود بر امریکایی ها و درست هم هست و بر اسرائیلی ها، که شاه در جریان قصد حمله انور و سادات به اسرائیل بود و به اونها خبر نداد، که البته تفصیلشون منتشر شده. وقتی که ضعف رژیم، ضعف دستگاه معلوم شد در سالها بعد از در سال 78 و به بعد که میزان زد و خورده و اختشاشات و چیز معارضه و اینا بالا گرفته بود، خود رئیس جمهور پیش خودش همیشه میگفت، به مشاورش همیشه میگفت، میگفت بالاخره این خود شاه رئیس دولته، این کشور ایران که خودش باید اونجا حکومت، خودش باید تصمیم بگیره، پس چرا میخواد از من و از ما نصیحت بگیره؟ چرا همیشه میاد پیش ما بگی ما چیکار میکنیم؟ آنچه که انقلاب رو باعث شد خیلی عوامل است، ولی عامل اصلی رو کسی متذکرش نمیشه. عامل اصلی تسلیم شاه بود. شاه در 1981 که من رسیدم به پاریس، همون وقتی مصاحبه کرد با واشنگتن پست که من در هرال تریبیون اونجا خوندم، گفت سیاست من در برابر انقلاب صرفا تسلیم بود. این بود که انقلاب اگر این باش سرکوب میکرد به نظر شما؟ نه، من سرکوب احتیاج تسلیم کار دیگه نمیتونست. چرا کار ما نفر به خیابون میزنه؟ هزار جنبش انقلابی در دنیا هر روز میشه، هر روز یه جنبش. آخه جنبش انقلابی ایران چه بود؟ تظاهرات مثلا قم بود. این که نمید انقلاب بشه که با یه تظاهرات مثلا 200 نفر طلبه که انقلاب نمیشه که. نه، سرکوب دید. سرکوب باز از اون لغت هاش که تا بگید که همه وحشت. نه، شما یه دیر میگیرید، حالا اسمش هر چی هست، یه دیر میگیرید، یه دیر هم اجازه میدید فعالیت کنن. ولی شما اگر اونایی که باید اجازه داد فعالیت کنن بگیرید، اونایی که باید بگیرید ول کنید، خب همین میشه دیگه. من مثلا خودم سال 1347 وارد دانشگاه شدم. سالی که من وارد دانشگاه شدم شرایطی بود که رژیم شاه موفق شده بود اصلاحات رو پیش ببره، بعد از رفرم‌های ارضی موفق شده بود سازمان سیاسی رو سرکوب بکنه و تصورشون بر این بود که میتونن جوانان و روشنفکران ایران رو در یک دوره نسبتاً میان مدت یا طولانی تحت کنترل داشته باشن. حزب توده سرکوب شده بود، جبهه ملی سرکوب شده بود، نیروهای مذهبی سرکوب شده بودند، و یا اینکه شعارهای سیاسی که بتونه مقابله کنه با رژیم نداشتند. در سطح جهان یک شرایط بسیار پرتلاطمی بود، جنگ ویتنام، جنگ عرب اسرائیل، قتل مارتین لوتر کینگ و غیره، در سرتاسر جهان، در هر گوشه جهان جنگ و درگیری بود. در اون مقطع یک جنبش رادیکالی مرکب از جوانان و روشنفکران در سرتاسر جهان شکل گرفت که تصور این جنبش که در اروپا و آمریکا پایه گرفت و بعد در ایران و آمریکای لاتین و کشورهای دیگه گسترش پیدا کرد این بود که فکر می‌کردن از طریق یک مبارزه رادیکال می‌خواستن دنیایی رو که وجود داره تغییر بدن و یک دنیای دیگه‌ای بسازند. مبارزاتی که سرتاسر اروپا و آمریکا رو در بر گرفت و رادیکالیسم خصوصیت مشخص این مبارزات بود. در ایران هم من معتقدم که جنبشی که جنبش فداییان نبوده اون بود، بخشی از همین جنبشه، نمود ایرانی شده این جنبشه، همون شرایطی که اون جنبش در اروپا شکل داد در ایران هم شکل داد. چیزی که معلوم هست، کسی که نگاه میکرد در آخر است، مثلا سال 1877 اول زمانی که جیمی کارتر رفته بود به تهران، به تهران، هیچ وقت پیش بینی نمیکرد که دست که رژیم اون زمان، رژیم سلطنت، به این سرعت سرنگون میشه. و بازم بعد از اون وقتی انقلاب، کار انقلاب جلو گرفته و بسخه موج اختشاش و اینا جلو گرفته، بازم هیچ کس پیش بینی نمی کرد به این انقلاب به این طرف خواهد رفت، یعنی به طرف افراطی مذهبی، افراطی و ضد، به اصطلاح ضد، نه تنها ضد آمریکایی ولی ضد دنیا.
حادثه 43 اتفاق افتاده، تبعید آقای خمینی و مسئله قیام 15 خرداد، در مجموعه اندیشه امام بحثایی که گفتگو میکرد، منم چند بار رفتم نجف به دیدنشون به عنوان مسئول انجمنهای اسلامی که ما دیگه بنیان گذاشته بودیم و روز به روزم قدرت میگرفت، عناصر اصلی که در اندیشه فکری ایشان بود مبتنی بر مذهب اصل آزادی بود، عدالت اجتماعی، استقلال، رهایی از سلطه بیگانه و اینها. در برای یک جامعه ای که 90% مذهبی هستن ملت ایران، خب طبیعی است که این فکر و این اندیشه اندیشه رهایی بخش، این با ذات من و امثال من هم سازگار بود. ما در تفکر ایشون مشی و مرامی رو دیدیم که این مشی و مرام میرسون کشور رو به آزادی. جماعت روحانی با من بودن که اگر هر حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی مطلق باشه، سنی ها را شامل بشه، ولی خمینی به هیچ یک از این مسائل جواب نمیداد، تفره میرفت، نگو به همه ظلم شده و شما ظلم میشه، همه چیز خوب میشه. و اساسا باید این را همه کس بدانه که خمینی غیر این که جمهوری اسلامی ولایت فقیه را پیاده بکنه به هیچ چیزی راضی نبود. اون روز روحانیت در اشتهای کسب قدرت حکومتی بود که آماده کسب اون بود و پدرم هم میگفت که این کار به ضرر شماست و به ضرر دین است و به ضرر جامعه است و شاید اون روز نتایج اون رو روحانیت نمیدونست. من حتی در مجلس قبرگان عنوان کردم این که شما میگید، گفتم آقا این دین و دولت جمع کنید، روحانیت و دولت، هم دولت فاسد میشه هم روحانیت. بنابراین دین باید از دولت جدا باشه، به لحاظ اینکه دین باید بیان آزادی باشه، جدایی تنها هم کفایت نمی کنه. خب تو غرب جداست. شما تصور بکنید جمهوری اسلامی اسلام اشعری ولایت فقیه، وقتی که شما گفتید جمهوری اسلامی غیر مسلمانان همه خارج میشن، وقتی گفتی شیعه اصلاح عشری سنی ها همه خارج میشن، وقتی گفتی ولایت فقیه یعنی باید کسانی از شیعه که ولایت فقیه را قبول داشته باشن و ولایت فقیه اینه که این نماینده امام زمان که امام زمان نماینده خداست اون را قبول داشته باشن، بسیاری از شیعیان مثلا حتی که آیت الله شریعت مداری آیت الله خویی به ولایت فقیه را قبول نداشته. وقتی از شریعت صحبت میکنیم، شریعت در آیین اسلام فردی و خصوصی نیست. ما بسیاری از احکام جمعی و اجتماعی داریم، حج، نماز جمعه، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد. در واقع دین یک ساختاری پیدا میکنه که ساختار حکومتی و در هر حال اجتماعی است. از حکومت دینی هم که صحبت میکنیم، بالاخره دینی است که معتقد هستش که این دین وقتی میتواند محقق بشه، به اهداف خودش برسه که قدرت داشته باشه. تعریف میکردم که پیش امام خمینی رفته بودن که شما بیایید درباره بعضی از امور نظر بدید که مثلا این نوشابه متعلق به مسلمان ها نیست، تحریمش بکنید و غیر ذلک. ایشون گفته بودن که امر معروف و نهی از منکر این نیست که شما به من توصیه میکنید، ما باید قوه امره و قوه ناهیه داشته باشیم. اگر ما قدرت پیدا بکنیم، قدرت حاکمیت، تمام این مسائل رو ما به راحتی میتونیم حل بکنیم. اجمالا من اگر برگردم به پرسش جناب علی، نمیشود پاسخ این سوال رو به راحتی و کوتاه داد که بله دین خصوصی است یا نیست. کدام دین در کدام عرصه، عرصه ایمانی، عرصه شریعت، عرصه حکومتی؟ اجمالا در یک کلام من معتقد هستم که وقتی از دین اسلام صحبت میکنیم، این دین دین خصوصی نیست. رفتم با آقای خمینی در نفل شاتو ملاقات کردم و داشتم مقاله می نوشتم برای مجله اینکوری که در سان فرانسیسکو منتشر می شد. دکتر یزدی من معرفی کرد با آقای خمینی و من خودم که من معلمم دارم مقاله می نویسم و می خوام از این مصاحبه برای نوشتن اون مقاله استفاده بکنم. آقای خمینی سخن من قطع کرد و گفت منم طلبم و آرزوم اینه که برگردم به قم و کار طلبگیمو از نو پیش بگیرم، که برای من موزیکی بود که داشتم میشنیدم که رهبر انقلاب علاقمند به قدرت نیست و این برای کسی که دو عف بین الملل فعال بود بسیار امیدوار کننده بود. انقلاب یک قدرت بی حد و حصری به روحانیت داد، یعنی قدرتی که
فقط آقای خمینی در برابر خدا پاسخگو بود، یعنی حرف هیچ احد الناسی رو نمیپذیرفت و از احد الناسی حساب نمیبرد. بنابراین هر کس در برابر اون قدرت میگره، در برابر اون میایستاد، آقای خمینی میتونست با یک دونه فتوا یا یک کلام از بینش ببره و نابودش بکنه. ما که مثال میزنید که دیگران هم میزنن که وقتی که آقای خمینی در پاریس بودن و ازش سوال میکردن، خبرنگار باهاش مصاحبه میکردن که چه نوع جمهوری میخواین درست بکنین، بحثش این بود که جمهوری مثل هر جمهوری دیگه، مثل جمهوری فرانسه. من واقعا اعتقاد داشت به این نوع جمهوری؟ من اعتقاد دارم که ایشون اعتقاد داشتن و حتی اونجا که ذکر میکنن که منتها چون اکثریت مردم ها مسلمانن و خواهان استقرار نظام اسلامی هستن، میگیم جمهوری اسلامی. در گفتگو من باشون آقا معنای مخالف این حرف اینه که اگر روزی مردم گفتن ما جمهوری اسلامی رو نمیخواییم چی؟ گفتن کسی حق نداره بهشون تحمیل کنه. ولایت مطلقه فقیه، حالا امروز آقای منتظری میگوید که این از مصادیق شرکه. 30 سال پیش اگر همین حرف میزد و اون ولایت فقیه نبود، خب خیلی چیزا میتوانست عوض بشه. حالا هست، سپاه پاسدار هست، یکی از اون ستون پایه هاست، دادگاه های انقلاب، از همه اینها سر جاشونه. دین مدنی با دین سیاسی بسیار فرق داره و پدر من و بعدن هم من مروج دین مدنی بود پدرم، و من هم به این عقیده هستم که دین به عنوان یک نهاد غیر دولتی بسیار در ترویج فرهنگ مسالمت و همزیستی با جامعه مدنی میتواند رول مهمی داشته باشه. روحانیون متاسفانه در آستانه انقلاب اقوا شدند و عده‌ای از اونها در حکومت شرکت کردند و باعث بحران بزرگی در جامعه شدند که امروز آثار اون رو میبینیم. گفتم آقا شما من رو میخواد بفرستید به کام مرگ. آقای سلامتیان گفت بله همینطوره، ما میخواییم شما، برای اینکه راه دیگری نمونده. اینا یک قانون اساسی دلخواه خودشون رو به تصویب رسوندن، یک رئیس جمهوری هم از خودشون بگذارن اونجا، میشه یک استبداد قانونی. شرایط انقلابی یعنی لااقل نمونه‌های تاریخی من نشون داده بود، متاسفانه شرایطی است که وضعیت حقوق بشر رو یهویی اصلاح نمی‌کنه و احتیاج داره به ناظران همیشگی و دائمی بر چگونگی اجرای حقوق بشر در ایران. بنابراین من ترجیح دادم که همون مسئولیتی که 2 سال فقط بود که علنیش کردم، اون مسئولیت ادامه بدم تا برم در رأس یک وزارتخونه. تکنوکرات جامعه ایران کم نداشت. بازرگان یک وزیر دادگستری که اونم عضو حقوق بشر بود، آقای دکتر مبشری، انتخاب شد. ولی متاسفانه مدافع حقوق بشر در ایران کم بود، به خاطر اینکه فقط یک صدا در فردای اعدام‌های گروهی، منظورم اعدام سران رژیم گذشته، در ایران بلند شد. اونم صدای جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر بود. سخنگوش هم شخص من بود. سپاه پاسدارانی که ما اون روز درست کردیم، اینی که الان هست نیست. ما اولا در پاریس تو فکر بودیم که یک ارتش مردمی درست کنیم، چون فکر میکردیم مبارزه ما با شاه مثل انقلاب الجزایر سالها طول میکشه و یک جنگ طولانی خواهیم داشت. هیچ کس فکر نمی کرد که رژیم شاه ظرف 3 ماه وابره از هم و انقلاب پیروز شه. ولی فردای پیروزی انقلاب در واقع 3 تا موضوع فوری تو ذهن همه بود. یکی امنیت کشور بود، دیگری خطر کودتا بود که تجربه تلخ کودتا علیه مرحوم دکتر مصدق رو هم داشتیم در کشور خودمون، سومی هم ما اون مقاومت می‌کردیم امریکا به ایران حمله می‌کنه و یک مدلی مثل ویتنام تو ذهنمون بود. بنابراین یک ارتش مردمی احتیاج تا مردم رو بسیج کنه، در صورت حمله خارجی از کشور دفاع کنه. شما وقتی که نگاه به تصویر کلی دارید می‌کنید که عراقی امریکایی‌ها فشار خیلی زیادی رو صدام گذاشته بودن که یک کاری بر علیه رژیم ایران بکنه، و جنگ ایران و عراق هم فراموش نکنید نتیجه اون بود، شکست کودتای نوژه جنگ ایران و عراق شدت بهش داد. اگر کودتای نوژه موفق می‌شد، صدام به هیچ عنوان به ایران حمله نمی‌کرد، چون موفق شده بود. البته ایشون می‌دونست که چون من خودم در جلسه‌ای که آقای صدام بود، آقای زنده‌یاد برومن بود و آقای بختیار، ما رفتیم بغداد 2-3 بار و دقیقاً از بختیار خواست که
دست به کاری بکنه، اگر نه فشار امریکایی رو. من نمیخوام به ایران حمله بکنم، چون حمله به ایران نابودی عراق در پی خواهد داشت. یعنی خود آقای صدام میدونست اگه یک روزی به ایران حمله کنه عراق از بین خواهد رفت. بنابراین مصر بود و هیچ دخالتی تا اونجایی که من اطلاعات من چون من حداقل به عنوان کوردینیتور این مسئله این مطالب رو میدونستم. به باور من اگر اقدام دانشجویان صورت نمی گرفت، دولت عراق در همون روزهای آبان ماه به ایران حمله می کرد. عقب افتادن حمله عراق به ایران دقیقاً به دلیل وحدتی بود و اتحاد عموم خلقی بود که در ایران صورت گرفت و همه مردم یک پارچه پشت سر انقلاب و این شعارها ایستادن. من خیلی قبول ندارم که حمله عراق به ایران به خاطر اشغال سفارت امریکا بوده. من اینجا خدمتتون هستم، نمیگم هر چی که در گذشته اتفاق افتاده 100 درصد درسته و حادثه است، اما باید رفت در ظرف زمان خودش. شما ببینید 22 بهمن انقلاب شد، 26 اسفند پارتیان نظامی مخابات خلع سلاح شد توسط یک گروه مسلح، کشید به ماجرای ماهیگیران بندر انزلی، رفت به طرف آشوب. دولت اونجا شب عیدم بود، عید نوروز بود، مرحوم طالقانی بیانیه داد که این شب عید رو بر ما تلخ نکنید. خیلی حیفه که هنوز چند هفته از انقلاب نگذشته دولت مرکزی برای خاموندن یکی در اشرار اومدن پادگان نظامی که حافظ امنیت مردم هست خلع سلاح کردن در این شرایط. خب نکنید این کارو. بعد اتفاقا دولت هم میدیدید انقدر با مماشات و با صلح و بریم گروه حسن نیت بفرسته که بعدها متهم شد به سازش دولت موقت. ما در آغاز ماه فروردین 1358 به دیدن شخص خمینی رفتیم و از او خواستیم که اعلام بکنه که حق خودمختاری برای خلق کرد تضمین بشه در جمهوری اسلامی و به این شرط ما حاضریم، بهش گفتیم حاضریم رأی بدیم به جمهوری اسلامی و در رفراندوم شرکت بکنیم، ولی چون این کار را نکرد ما از اون اول نه به جمهوری اسلامی رأی دادیم نه به قانون اساسیش رأی دادیم و نه در هیچ رفراندومی شرکت کردیم. در مرداد ماه 1358 خمینی جنگ علنی و رسمی رو علیه ما راه انداخت و اعلان جهاد داد و من که خودم اون موقع به عنوان تنها نماینده لایک مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار شده بود برم در تهران در جلسه مجلس شرکت بکنم، همون شب یعنی قبل از اینکه من حرکت بکنم نمایندگان مجلس رو جمع کرد و همونجا به شخص من دشنام داد، ناسزا گفت و منو مفسد و فی الارض خوند. شما میدونید که این در عرف خمینی معنیش اعدام بود. به همین جهت هم من دیگه به تهران نرفتم و جنگی شروع شد که 3 ماه طول کشید. در این جنگ 3 ماه ما موفق شدیم، ارتش را شکست دادیم و مجدداً به شهرها برگشتیم. آخوندها ظاهراً میخواستن نشون بدن که میخوان با ما مذاکره بکنن. 6 ماه ما با آخوندها در واقع صحبت کردیم. اون زمان این شعار این بود که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. ما یک تصور ساده داشتیم از اینکه یک دیکتاتور بره دیگه جاش که دیکتاتوری قوی تر که نمیاد، که حتما دموکراسیه. یک چیز نادرستی بود. منم متاسفانه باید بگم که من اتفاقا دو اون مقطع که چیز حاکم بود در سطح حزب جزو نیروهایی بودم، افرادی بودم که واقعا معتقد به سرنگونی شاه بود. خیال میکردند رهبران حزب توده ایران که در کنار آقای خمینی یا خود آقای خمینی به خاطر حفظ پشتیبانی اتحاد شوروی حاضر نمیشن که به حزب توده ایران که وابسته به اتحاد شوروی تصور میشد، قلمداد میشد، ضربه بزنن. برای همین این امید همیشه وجود داشت که حالا خود آقای خمینی پشت ما رو داره. یه چرخش زمانی پیش آمد که انقلاب شد و موجی از توده مردم که ما تا اون زمان
عاشقانه در راهشون و اسم خلق هم روی خودمون گذاشتیم، چه دیگه فدایی خلق خودمون رو نامیدیم، به میدون آمدند با شور و هیجان بسیار، ولی اونها اون رابطه ای رو که ما تصور میکردیم قرار با فدائیان خودشون برقرار بکنه برقرار نکردند. ما وفاق ملی داشتیم مثلا در انقلاب، ولی وفاق علیه دیکتاتوری شاه، اما همه دیکتاتوری میخواستن. اسلامی ها که آمدن به حکومت رسیدن، بنابراین نتیجه رو دیدیم. بقیه هم انواع مختلف چپ که دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن، یا چپ های مذهبی که اونا هم جامعه بی طبقه توحیدی به نوعی دیکتاتوری خاص خودشون رو میخواستن، و نظام هم که نظام دیکتاتوری بود که به حساب واژگون شد. در اون زمان وفاق ملی بر سر مسئله آزادی ها نبود. این مشکل ما بود که ما چون که مذهبی در واقع ما چپ نبودیم، ما کمونیسم روسی رو با مذهب شیعه قاطی کرده بودیم. من خاطرم است در اون دوران جوانی و دوران دانشجویی وقتی ما می اومدیم این شعار معروف نه شرقی و نه غربی بی مطرح می شد و نه به آمریکا و به روسیه، نگاهمون بر نه به آمریکا گفتن این بود که این در این جامعه آزادی وجود داره، آزادی نسبی، ولی عدالت وجود نداره، برابری و وجود نداره. ولی در جامعه شوروی هم شاید عدالت نسبی، البته با اون برداشت ما و دور بودن از اون فضای درون و ناعدالتی‌های حکومتی، چیزی که الان ما شاهدش هستیم. انقلاب در دستور کارش قطع رابطه با امریکا نبود. اقدام دانشجوام در اون زمان اقدامی بود که خیلی طبیعی در خیلی از کشورها تکرار شده بود. اقدام دانشجویان خود امریکا علیه جنگ ویتنام و اقدام دانشجویان در سراسر اروپا بارها سفارت امریکا رو اشغال کرده بودند. کاری که ما می‌کردیم، اعتراضی که نسبت به پذیرش شاه در امریکا داشتیم انجام می‌دادیم، یک اقدام کاملا دانشجویی غیر حرفه‌ای و موقتی بود. این اعتراض رو وقتی انجام دادیم، تصورمون هم این بود که سفارت رو در طول مدت کوتاهی ترک خواهیم کرد، و من مطمئنم اگر شاه رو امریکا در اون زمان اخراج می‌کرد، این اقدام حتما متوقف می‌شد. آیت الله خمینی متناسب با این شرایط رو حساس می‌دید که برای تصویب قانون اساسی و پیشبرد رفراندوم قانون اساسی احتیاج به این هست که حرکت انقلابی و بسیج عمومی و التهاب عمومی به یک نوعی تجدید بشه، و مسئله جروگانگیری و انعکاسی که در داخل و فقط در داخل نبود، در خارج هم بعضی احزاب و گروه‌های چپ جمعیت‌های چند صد هزار نفری جلوی سفارت بسیج کردند، که خود اون جمعیت‌ها وقتی در تلویزیون‌های مختلف جهان منعکس می‌شد، تلویزیون ایران هم انعکاس عظیمی داشت، مثل اینکه کلیه ملت ایران آماده به پشتیبانی از گروگانگیرها هستند. متناسب با این بود که دانشجویان از یک گروه محدود اجتماعی بدون اینکه بحثی قبل کرده باشند با جامعه، بحث دموکراتیکی شده باشه، عملاً به عنوان یک پیشاهنگ انقلابی یک انقلاب دوم شدن. چه انقلاب دوم؟ درست مفهومی است که هیچ اشتراکی با مفهوم انقلاب ایران ندارد. در واشنگتن که بودم گروگانگیری اتفاق افتاد، و این برای فعالین حقوق بشر در رابطه با ایران بسیار دردناک بود که رژیم انقلابی ایران اومده دیرینه ترین اصل روابط بین المللی، یعنی مسئولیت پارلمانی رو زیر پا گذاشته. اگه ایران نمیخواست با آمریکا رابطه داشته باشه، باز در سفارت رو ببنده، 24 ساعت هم وقت بده به دیپلمات ها که از کشور برن. ولی اینکه اینا رو گروگان بگیره در تاریخ بی سابقه بود. بنابراین ما برای حفظ آبروی انقلاب و آرزوهای خودمون تلاش کردیم که در اون موقع قطب‌زاده وزیر خارجه بود، او هم کمک کرد. در آمریکا و در فرانسه کوشش هایی شد که از طریق سازمان ملل متحد کمیسیون تشکیل بشه، International Commission of Inquiry، که این کمیسیون بره برای حفظ آبروی طرفین اعلامیه‌ای در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا در دوران شاه
در ایران منتشر بکنه و به ازای پخش این اعلامیه گروگان‌ها رو آزاد بکنه. من در این رابطه فعال بودم حدود از تا حدود دهم دسامبر 1979، حدود یک ماه و نیم بعد از گروگانگیری. در اون موقع بود که آقای قطب‌زاده از من خواست که من برم سازمان ملل متحد به عنوان سفیر ایران و این طرح رو به اجرا بگذارم، یعنی کمک بکنم به عنوان نماینده، که من اون موقع میدونستم این قطب‌زاده قدرتی نداره. و من در اون موقع رفتم پیش آقای بازرگان، گفتم که واقعا این شورا، این تصمیم شورا انقلاب میتونه تعیین کننده باشه. جواب بسیار جالبی بنده گفت ما هیچ کاره ایم، اگر جواب برای سوالت میخوای بعد شخص آقای خمینی رو ببینی. برمیگردم میبینم در اون مقطع شکل دادن یک همچین ارتش مردمی کار درستی بوده، که ارتش به قول لغتهای بچه های چپی ارتش خلقی. ولی سپاه در طول تاریخش این 30 ساله به نظر من در 3 جا دچار انحراف شده. یه بار در زمان جنگ تبدیل شد به ارتش کلاسیکی یواش یواش، بعد از جنگ وارد تجارت شد در دولت آقای رفسنجانی، اشتباه دوم، انحراف دوم، و به خصوص در دوره اصلاحات با ندونم کاری آقای خامنه ای سپاه وارد فعالیت سیاسی شد با اسلحه و دستبند. آزادی مشخص است به معنای کامل کلمه بود، استقلال هم با توجه به اینکه امپریالیسم بر کشور حاکم بود مشخص بود ما در چه مسیری میخواییم بریم، میخواییم مردم ما استقلال کامل خودشون داشته باشن. جمهوریت و اسلامیتی رو که هم مطرح میشد در آن زمان، یکی جمهوریتی است به معنای ناب کلمه، همون چیزی که آیت الله خمینی در پاریس مطرح میکرد که مانند جمهوری های دیگه هست، و همینطور اسلامیتی رو که ما میگفتیم اسلام مدرن بود، اسلام سنتی هم به معنای عامش خوب بود، ولی اسلام تهجرگرا و چیزی که الان به عنوان طالبانی مطرح میشه و شیعه طالبانی نبود. خب شما این جامعه مذهبی، اکثریت مذهبی رو میخواید با دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، عقل مدرن، مفاهیم جدید اینا آشنا بکنید، چگونه میخواید اینا رو آشنا بکنید؟ در خود غرب هم میبینیم که رفرم مذهبی زمینه ساز آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم و نمیدونم امثال اینها شده دیگه. این تجربه در خود غرب هم پشت سر گذاشته شده. در اینجا هم مدرنیته از دل سنت غربی در آمده، البته با این تفاوت که غربی ها مدرنیتهشون رو به طور خوابگردانه از دل سنت در آوردن، ما امروز یه تجربه مشخص و روشن در برابر داریم که در غرب اتفاق افتاده. من و دوستان ما همیشه صریح بودیم در این امر که از دل دین نمیتوان دموکراسی بیرون آورد، و یعنی یک نظمی که امروز به نام نظم دموکراتیک خوانده می شود با همه اجزا و ارکانش، اینا نه، اینا قابل استخراج از متون دینی است. اما مسلمان ها می توانند یه زندگی دموکراتیکی داشته باشند. ما یکی از مهمترین چیزایی رو که الان کم داریم و مورد تاکید روشنفکری دینی است این است که به جای اینکه فقه رو به عرصه حکومت بیارید، اخلاق رو به عرصه حکومت بیارید، اخلاق دینی رو. انتقادات فراوانی الان در مورد روحانیت در سطح جامعه مطرح هست. منصفانه اگر قضاوت بکنیم تا حدودی شأن و منزلت روحانیون نسبت به 31 سال قبل پایین تر آمده، اما از همان سو اگر بخواهیم با دقت موضع روحانیت رو الان بررسی بکنیم، این است که روحانیت الان دو سویه دارد. یک سویش سویه حکومتی اون هست که با ادبار فراوان، با انتقاد فراوانی در سطح جامعه مواجه است. از سوی دیگه در میان منتقدین همین نظام هم قوی ترین منتقدان و مخالفان قانونی از میان علمای دین و روحانیون هستند، از قبیل مرحوم آیت الله منتظری برسد تا این که همین رهبران جنبش سبز که اکثرشون روحانی هستند. لذا میشه ذکر کرد که هم روحانیت در حال حاضر جزء موانع پیشرفت کشور هست، هم جزء مهمترین عاملان پیشرفت کشور هست. اختلاف اساسی از سال 42 به بعد پا به پای دو تزی که یکی را پدر من نمایندگی میکرد و یکی را آیت الله خمینی وجود داشت و شدت میگرفت. یکی دین مدنی بود و یکی دین دولتی. پدر من مروج دین مدنی بود، دینی که باید با جامعه مدرن همزیستی بکنه، از اون بگیره و به اون بده، تبادل فرهنگی داشته باشه و بر ضد مدرنیته و مدرنیسم نباشه. آقای خمینی
دنبال اسلام سیاسی و دین دولتی بود، میخواست که حکومت رو تسخیر کنه و جامعه رو فرم بده و فقط تحت فرمان او و بر طبق ایده های او جامعه فرم بگیره. جالب اینه که در جمهوری اسلامی هیچ کس، یا شاید بشه گفت در تاریخ تشیع، هیچ کس به اندازه آقای خمینی علیه روحانیت حرف نزده ده. و بدترین حرف رو نه. آقای خمینی به روحانیت گفته بیشور، یعنی کسای روحانیان که باش مخالف بوده، بیشور، مغزهای فاسد، متحجر، نمیدونم انواع اقسام فحش‌ها رو به روحانیت امریکایی و فلان. این تضاد وجود داشته بین روحانیت از مشروطه به این طرف. مثلا فدایان اسلام اصلا در قم اعلامیه پخش کردن که آقای، یعنی مراجع که منظورشون آقای بروجردی بوده، بعد خلل لباس بشن. من اخیرا صحبتی داشتم با آقای الله کرم راجع به همین، ایشون میگفت ولایت فقیه شما معتقدی؟ من عرض کردم بله، اما واقعیت این است که ولایت فقیه بعضی از اینها در تفکر بعضی از اینها بالاتر از خداست و بعضی از این آقایون ولایت فقیه رو گذاشتن جای شاه، میگن که همه اموری که به یک سلطان، به یک شاه میخوام بدیم، نه ما انقلاب کردیم که نه مادام العمر داشته باشیم نه موروثی داشته باشیم، ولایت فقیه در جایگاه جانشین پیامبر و امیرالمؤمنین و امام زمان میخواد بشینه. پیامبر در 10 سال حکومت مدینه 5 بار به رأی مردم رجوع کرد. استقرار حکومت خواست مردم است، یعنی حتی خود امیرالمؤمنین تا مردم نخواهند حکومت نمی کند. بحث ما اینه. در کشور ما هر وقت بزرگان مملکت میگن اسلامی یعنی فقهی و چیزی بیشتر از این مراد ندارن. یک نفر از فقهای ما نگفته که مثلا فیزیک خوب تدریس نمی شود، شیمی خوب تدریس نمی شود، هنر سطحش نازله، هیچ وقت این چیز. همیشه گلهشون از این استش که دختر پسر با هم در اونجا می آمیزند، یا مثلا فرض کنی در پاره از علوم انسانی فیلمثل اسم مارکس میاد، یا یه وقتی می گفتن پوپر، حالا میگن وبر، گلهشون از این حرف هست. ما به این انقلاب باید فرصت میدادیم، یعنی 8 سال جنگ شد، بعدش دوره‌های بازسازی و سپری شدن این ایام کفایت میکرد، یعنی ما باید دیگه باید جواب خودمون رو میدادیم. متاسفانه انقلاب بلا فاصله بعد از پیروزی، بلا فاصله بعد از پیروزی به کشتن مخالفان، به حذف مخالفان، به مصادره اموال مخالفان روی برد و اون روی گشاده لبخند انسانیت و درستی که ما از هر حرکت دینی و انسانی آرزومند بودیم، خب اینها به حاشیه رفت. به نظر من ببینید، به قول یکی نمایندگان مجلس میگفت ما مردم رو با قرآن و نهج البلاغه تو خیابون آوردیم، بعدن دستشون مفاتیح و رساله دادیم. یعنی روحانیت با به نوعی تکرار شعارهای روشنفکران چه چپ چه مذهبی انقلاب کرد. آقای خمینی سال دهه 40 ولایت فقیه نوشته بود، ولی شما در طول انقلاب هم به معنی حالا این تظاهرات آخر حکومت دیگه، من انقلاب رو یه مدار عمیق‌تر می‌بینم، در اون دوره آقای خمینی از حرفی از ولایت فقیه نمیزنه. حتی شریعت باید اجرا شود به این صراحت که شما میگی تو ادبیات آقای خمینی نیست. میشه ذکر کرد به گفته مرحوم شریعتی الان اونچه که در ایران در حال انجام هست فلواقع نبرد مذهب علیه مذهب هست. یک قرائتی از اسلام، قرائت دموکراتیک، داره با قرائت دیگر از اسلام، قرائت استبدادی مبارزه میکنه. زندان رفتن من یک به یک این پرده ها رو کنار زد و من در زندان دانستم که چه هیولاهایی در دل اطلاعات و در دل سپاه هستن که آدم ها رو میزنن و میکشن بدون اینکه محاکمه‌ای در کار باشه. من بعدها با خانم‌های آشنا شدم که همین هیولاهای وزارت اطلاعات به بدنشون دست زده بودن و الفاظ رکیک و زشتی رو با اونها در میون گذاشته بودن، بسیار زشت. اینها قبلا برای من آشکار نشده بود. به نظر من، یعنی من اگه یه دفعه دیگه به دنیا بیام، مطمئنا اگر یه شاهی همون جوری باشه، دیکتاتور باشه، علیهش مبارزه میکنم، ولی دیگه انقلاب نمیکنم. نه، اون شعارهایی که ما 31 سال پیش دادیم استقلال بود، آزادی بود، عدالت بود و جمهوری اسلامی بود، اونها هنوز برای من ارزش داره. هیچ کدام از اون موارد از دست نرفته. من حساب انقلاب اسلامی که یک انقلاب مردمی بود، یک انقلاب ضد استبدادی و ضد امپریالیستی رو بود،
از حساب نظامی که بعد از اون برپا شد و در پاره از موارد به انحراف رفت کاملا جدا میکنم. اون چیزی که ما از دست دادیم در طول این 31 سال و امروز دوباره بر اون تاکید میکنیم ارزش‌های ضد استبدادی بود که در انقلاب اسلامی سال 57 نهفته بود. ما انقلاب کردیم تا یک نفر به جای یک ملت تصمیم نگیرد. ما انقلاب کردیم که از هر حاکمی، از هر رئیسی، از هر رهبری امکان سؤال باشد و همه پاسخگو باشند. هیچ کس خودش رو فوق قانون نداند، هیچ کس مقام مادام العمر نداشته باشد. این موارد بود که ما براش انقلاب کردیم. خب اینها امروز هم قابل دفاعه. من فکر میکنم که نمیدونستن چی میخواستن، فقط میدونستن چی نمیخواستن. اینکه حکومت شاه رو نمیخواستن، ولی اینکه چی میخواستن فقط خلاصه میشه در یک جمله مبهم: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، که استقلالش مشخصا مبارزه با استعمار شرق و غرب حالا به اصطلاح است. آزادیش به نظرم هیچ دید روشنی ازش نداشتن که چه جور آزادی میخوان. آیا مثلا داشتن مسجد برای سنی ها در تهران یا شهرهای مختلف جزئی از این آزادی تو ذهنشون بوده، یا بهایی ها آزادی داشته باشن آیا جزئی از این بوده، آزادی پوشش برای زنان یا حتی مردها جزئی از این ذهنیت آزادی بوده، و جمهوری اسلامی هم که یک مفهوم کاملا مبهمه و تا سال 58 هم حتی خیلی مشخص نیست. وقتی دیدم که هیچ چیزی از ارزش‌های دینی نمونده، هیچ چیزی از ارزش‌های انقلاب نمونده و واقعاً داره تمام ضد ارزش‌ها، ناهنجارها، دروغ، ریا، تزویر داره نهادی نمیشه و خیلی راحت میگن برای حفظ اون نظامی که بهش علاقمند بودم، به خاطرش جنگ رفتم، جبهه رفتم، اومدیم شروع کردیم حرف زدن به همین سادگی. آخرین کتاب پدر من نامش از تمرین مدارا. در واقع اینها کسانی بودند که بخصوص پدرم با تجربه انقلاب 57 به این نتیجه رسیده بود که جامعه ما یعنی یک کمبود فرهنگی رو داره، که اون اومد با طرح کردن بازخوانی فرهنگ سعی بکنه گامی در واقع بهبود و روشنگری در زمینه فرهنگی برداره. و نکته ای که در اینجا مهمه، پدرم در هم کتاب تمرین مدارا هم در کتاب چشم مرکب وقتی به بازخوانی فرهنگ اشاره میکنه، میگه انقلاب ذات ما رو عریان کرد، ما تونستیم ببینیم که چی بودیم. در سرتاسر ایران و جهان این تصور غالب بود که در برابر قهر ضد انقلابی که نیروهای سرکوبگر به کار میبرند فقط با قهر انقلابی میشه پاسخ داد، یا به عبارت دیگر این واژه‌ای که در آمریکای لاتین مطرح شده و در ایران هم مطرح بود، این که سیاستی که از لوله تفنگ میروشه بیرون اومد فقط با لوله تفنگ میشه پاسخ داد. اون زمان معدود بود کشورهایی که از طرق غیر مبارزه قهرآمیز تونسته باشند به اهداف برسند. این اندیشه ماست که روحانیت نظارت داشته باشه، چون شأن روحانیت و قداست روحانیت خیلی بالاست. بعد از 18 سالگی در واقع وقتی وارد جامعه شدم، یک سری از بت‌ها تو ذهنم شکست. من وقتی سوار مینیبوس می‌شدم با مردم می‌شستم، سوار اتوبوس بودم، تاکسی بودم، من تازه لمس کردم تو مملکتم چه خبره. یعنی این اتفاق واسه من به شخصه از یک خانواده کاملا، خب با متدینش که کاری ندارم، ولی خب خانواده که تو سیستم بوده، یعنی ما بچگی پدرم تو سیستم بوده، برای من این فاصله شکست. و این اتفاق واسه هر جوانی تو اون خانواده میتونه بیفته. بعضی اوقات جوانا هستن که خب میگن که ما در ازای موقعیتی که پدر داره بهمون میده، در ازای موقعیتی که خانواده سیستم داره بهمون میده، ماشینی که هست، کاری که هست، فلان، سوار ماشین شخصیش میشه، مردمو نمیبینه، میره درآمد خوبشو داره، ازدواجشو تو همون خاص سیستم میکنه و زیادن. ولی یه جا هستش که میتونه اون جوان من خودش بپرسه که حداقل کاری که میکنم با وجدانم معامله نکنم، یعنی وارد این جامعه بشم و این مردم رو ببینم. در واقع نرم خانواده این هست که دخترانمون خانواده قبل از ازدواج اجازه ورود به دانشگاه ندارن و بعد از اون هم منوط به شرایطی هست که همسر آینده اونها موافقت کنه. ولی خب هیچ وقت فکر نمیکردم که این واقعیت زندگی من بشه.
بدون در واقع با اطمینان برای امتحان نشستم و پذیرفته شدم توی دانشگاه. ولی خب متاسفانه وقتی که پدر با خوشحالی تمام اطلاع دادم که توی دانشگاه قبول شدم، خیلی واکنش سرد و قاطعی داشت که میدونی که دختران این خانواده به دانشگاه نمیرن و بعد از ازدواج این مسئله رو با شوهرت مطرح میکنی. ما یک حوزه تمدنی متفاوت هستیم با غرب. یا مدل حمله شورویه که نتیجهش میشه طالبان، یا رفتن راه سخت دموکراسی با فرهنگ بومی اون کشورها بسیار پر افتخیز خواهد بود. مگر در این فرانسه سه بار جمهوری اومده برنگشته؟ همچنان که مرحوم آیت الله خمینی در اولین سخنرانی بعد از بازگشتش در ایران در بهشت زهرا 12 بهمن 57 ذکر کرد، پدران ما حق ندارند برای ما تصمیم بگیرند. هر تصمیمی گرفتن برای خودشان محترم است، ما هم حق داریم برای خودمان تصمیم بگیریم. امروز فرزندان من، نسل جدید ایران حق دارد درباره آینده ایران تصمیم بگیرد. اونجایی که من میگم رمانتیزم انقلابی، رمانتیزم یک مشخصش عبارت از اینه که در ادبیات زیبایی ها رو بسیار زیباتر از اون چیزی که هستن میکنه دیگه، و متناسب با اون جوانی و التهاب و عجله داشتن در روند تاریخ در کشوری که دارای تحرک تاریخی و اجتماعی بسیار سریعی هم هست، تغییر سریعی هست مثل کشور ایران، چیزی است که معارض شماره یک هر فعال سیاسی است و من به عنوان دشمن شماره یک خودم عاطفی شدن، احساسی شدن و افتادن در دام عجله سیاسی و گام به گام با تحول جامعه پیش نرفتن رو میبینم. و این نمیشه تصور کرد که در ظرف 1000 سال 2 پیغمبر آمده اند، ولی در ظرف 1400 سالیان خدا می داند تا که این تنها یک کتاب و در شرایط خاصی اونها اون حکومت بکنه. به معنی اینه که خود جامعه انسانی اینقدر رشد پیدا کرده و حد رسیده که خودش را اداره می کنه، احتیاج ندارد به اینکه از رسالت پیروی بکنه. من یک بار در دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی در جمع دانشجوها گفتم نسل ما نسلی است که اشتباهات بزرگی کرده. ما با 4 تا خط ساده تمام این تمدن غرب رو رد می‌کردیم. ما با 4 تا خط ساده ایدئولوژیک فکر می‌کردیم که می‌تونیم که یک یوتوپیا در روی زمین بسازیم، یک مدینه فاضله بسازیم. شاید از دست نسل ما خیلی کاری برای شما بر نیاد، اما یک چیز رو نسل ما به شما بدهکاره. ما باید تجربه‌مون رو درست به نسل شما منتقل کنیم که دیگه اشتباهات ما نکنید. گرایش به خشونت، گرایش به براندازی، گرایش به سلاح امروز اساساً با 15 سال پیش، با 20 سال پیش وقتی قطرهای اعدام‌های 67 اتفاق افتاد، با 10 سال پیش وقتی قطرهای زنجیره‌ای اتفاق افتاد، با 30 سال پیش وقتی انقلاب بهمن اتفاق افتاد مقایسه بکنید، ببینید اون راه حل‌ها به شدت شکست خورده. چرا ما باید یه جوری حرف بزنیم که هنوزم میخواییم انقلاب کنیم؟ بابا انقلاب شده و خب یادمون هست 37 سال قبل همه ما هم تو انقلاب بودیم، تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست، نمیدونم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، همه اینا رو میگفتیم و قبولم داشتیم، هم رهبر و هم مردم. انقلابم انجام شده. این که حالا بازم میخواییم انقلاب کنیم، یعنی بازم میخواییم مردم برگردن یه انقلابی دیگه، من بعضی وقتا متوجه نمیشم. شاید هم برای اینکه من در امریکا زندگی میکنم. جامعه ایران دیگه یک جامعه آرمانگرا مثل نسل اون موقع نیست، یک جامعه مطالبه محور هست. اگر اون موقع آرمان ساختن یک جامعه بی طبقه، جامعه بی طبقه توحیدی یا آرمان‌های بزرگی از این دست بود، الان نسل امروز خواسته‌های خیلی ساده‌ای داره. اگر آقای حنیف نژاد برای جامعه بی طبقه توحیدی حاضر شد جونشو بده، ندا و سهراب برای یک برگ رأی، ندا حتی رأی هم نداده بود، میان ریسک مردن رو میپذیرن. به نظر من این حتی از اون کم ارزش‌تر نیست. روحانیت شاید مثلا 6 ماه قبل از انقلاب فکر نمی‌کرد که انقلاب پیروز هم بشه. بنابراین اینطور نبود که بتونه آینده رو پیش بینی کنه، بگه ما این کارا رو می‌کنیم. و منتها یک اعتقادی داشت و این اعتقاد این بود که تجدد در ایران
باعث شده که جامعه غربی بشه، جامعه غیر مسلمان باشه، اسلام واقعی نداشته باشه. یک کسی مثل سید قطب از جاهلیت قرن بیستم حرف میزد، یعنی معتقد بود که قرن بیستم در عصر جاهلیت داره زندگی میکنه و باید جامعه رو دوباره اسلامی کرد. در امروز با برگشت به گذشته من میبینم، اشاره کردید به جبهه ملی، من خودم رو بیش از هر چیز به عنوان ساخته و پرداخته جبهه ملی میدانم که در سالهای 1339-42 توسط بعضی از نزدیکان دکتر مصدق شکل گرفت. در بین اونها خودم رو بیش از همه تحت تأثیر آدمهایی مثل الله‌یار صالح و دکتر سنجابی میبینم. و اینجا اگه به اجازه بدید از آقای دکتر الله‌یار صالح یه چیزی رو نقد بکنم. چه در ارتباط با مشروطه همیشه به ما میگفت، من یه وقتی شانسی داشتم همسایه ایشان باشم، ایشان رو زیاد میدیدم، میگفت بزرگترین دشمنان مشروطه افراطیون بودند و براش طوری شده بود که افراطیگری به صورت یک مرضی بود که به محض این که میگفتیم یه فعال دانشجویی فلان کار کرده میگفت افراطیست. مند جهان دیده را عمر دو بایست، در این روزگار نیمی از آن تجربه اندوختن، نیم دیگر تجربه بردن به کار. متاسفانه چنین وضعی نیست و یه عمر بیشتر نداره.